در ماه اخیر در اینترنت کلی تیترهای بزرگ در مورد درمان ویروس کرونا ترفندها و نکات جالبی رو شاهد بودیم من قصد دارم تا به هر کدوم از اینا به صورت مجزا بپردازم تا به صورت علمی ببینیم که آیا این تیترهای درشت مثل تأثیر سیر بخور جوش شیرین نیش زنبور و استفاده از یک ویتامین به خصوص در درمان و پیشگیری از کرونا تأثیر علمی دارن یا ندارن؟ در این ویدیو میخوام برم سراغ تأثیر ویتامین دی در کووید 19. خب، اگر اولین باری که میای پیش من، من دکتر شوبیر هستم. حتما چنل من رو سابسکرایب کن که هر هفته ویدیوهای به درد بخوری منتشر میکنم که صد درصد در سلامت خودت و خانوادت تأثیر مثبت میذاره. خب کجا بودیم؟ آها ویتامین D. طبق تحقیقاتی که در شهریور 99 انجام شد 489 بیمار کرونایی رو مورد بررسی قرار دادن. یک سال قبل از اینکه این بیماران تست کووید 19 بدن میزان ویتامین دی بدنشون اندازه گیری شد. این تحقیق نشون داد افرادی که کم بوده ویتامین دی دارن یکونیم برابر بیشتر از اونایی که ویتامین دی بدنشون به اندازه مناسب هست امکان مبتلا شدن به ویروس کرونا رو دارن و یه تحقیق دیگه ای هم در پایان شهریور 99 انجام شد که با بررسی 235 بیمار تایید کرد که یک رابطه بین ویتامین دی و کووید 19 وجود داره اما خب در این حال یه سری تحقیقات هم هستن که میگن نه رابطه بین این دو وجود نداره تحقیقی که در سال 99 از 500 هزار شرکت کننده صورت گرفت نشون میده که هیچ رابطه بین ویتامین دی و کرونا وجود نداره خب پس الان چه کنیم؟ یادمون نره که این تحقیقات همشون با زیر نظر گرفتن بیمار به دست میان. این یعنی ما هیچ تصویری از علت و معلول نداریم. یعنی هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده ویتامین D در ابتلای بیمار کوویدی تأثیری گذاشته. حالا تنها راه به دست آوردن این مدرک چیه؟ تنها راه به دست آوردن این مدرک رندومایزد Controlled Trial هستش که در زبان شیرین پارسی بهش کارآزمایی تصادفی کنترل شده میگن خبر خوش اینجاست که در همین لحظه در حال انجام این ترایال ها هستیم پس چیزی که الان میتونیم بگیم اینه که در بعضی تحقیقات افرادی که کم بوده ویتامین دی دارن امکان مبتلا شدنشون به کووید 19 بیشتره و در یه تحقیقات دیگه کلا این دو به هم ارتباطی ندارند. بدون انجام کارازمایی تصادفی میشه گفت چیزایی مثل خوردن لواشک و تو یوتیوب و اینستاگرام چرخیدن و فیلم دیدن هم در خیلی ها که کوویدشون مثبت شده مشترک. و من امیدوارم این مثال بهتون کمک کرده باشه تا متوجه بشین با زیر نظر گرفتن بیمار و جمعآوری داده های مشاهده ای نمیشه ثابت کرد که چیزی باعث چیز دیگری میشه. اگر رابطه ای هم بین این دو باشه ما هنوز نمیدونیم که آیا ویتامین D با علت ابتلای کووید در ارتباطه یا با میزان علائم بیمار پس از ابتلا. طبق بررسی های انجام شده ویتامین D به غیر از نقش های دیگری که در بدن داره در زمان تشکیل عفونت ویروسی به عنوان پشتیبان سیستم دفاعی هم عمل میکنه. طبق کارآزمایی تصادفی که برای یافتن رابطه ویتامین D و ریسک ابتلا به عفونت حاد دستگاه تنفسی اجرا شد، به نقش آفرینی مثبت ویتامین D رسیدیم. اما این تاثیر و نقش آفرینی در بیمارانی که خیلی کم بوده ویتامین دی داشتن برجسته بود. هر روز ویتامین دی خوردن باعث نمیشه که سپری داشته باشی برای جلوگیری از ویروس کرونا. حالا چه افرادی به ویتامین دی نیاز دارن؟ خانوم های باردار بیماران آسم و افرادی که در کشورهای کمخورشید زندگی می کنن. ما که در ایران خدا رو شکر آفتاب هر روز به همون می تابه. خوردن ویتامین دی در افرادی که کم بوده ویتامین دی دارن خوبه اما افرادی که میزان نرمالی از ویتامین دی دارن با خوردن بیشتر این ویتامین فکر نکنن که ویروس رو قافل گیر میکنن چون ویتامین دی زیاد هم به بدن صدمه میزن نگرانی اینجاست که افرادی که ویتامین دی رو با باور جلوگیری از ویروس کرونا مصرف میکنن باعث کمرنگ تر شدن رفتارهایی میشن که ما مطمئنیم و میدونیم که از بیمار شدن جلوگیری میکنن مثل ماسک زدن و برقراری فاصله اجتماعی من نمیدونم چرا بعضی از افراد انقدر روی مصرف ویتامین دی مانور میدن و در مقابل چیزهایی که ما مطمئنیم واقعا کمک میکنه استادگی میکنن خب به انتهای این ویدیو رسیدیم من ویدیوهای دیگه ای دارم که میتونی ازشون لذت ببری پس دکمه سابسکرایب رو لمس کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن